الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المحسومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أولا تشكر میکنم از همه علمای عالی قدری که در این محفل حضور دارند و از شما مؤمنین و بانوان محترم محترمه که استقبال کردید با شور و حال و با جذبه انقلابیتون وفاداری خودتون رو نسبت به انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ابراز داشتید حمد و ثنای الهی بس بی ذل انتنگم والا آغا السلام علیکم زیست و دیر که اپنا آیات چک تلاوت بس اولا ینتا تشکر بیت و دی منطقین یت پی تمام علماء کی حضور یتن و تمام مؤمنین و خصوصا دیت پی غنیری بانوان بسترین کن گنگما کی استقبال بسن لیکن شور انقلابی جوش و جذبہ نگم بو ینتیس عاطفہ نگم بو انتی ارادت بو جمہوری اسلامی ایران و مقام معذب رہبرین نسبت لینتیس اظهار بسن دی تشکر بیت قبل از این که من نکته ای در خصوص شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه عرض بکنم یک مقدمه ای رو خدمت شما عرضه می دارم قبل از ناز یرنگلا امام خمینی رحمت الله علیه فقه پی زندگی باریان اگزر با بچکسن لا مقدمه ای انتان لا عرضه بید حدود 6600 آیه قرآن ما داریم و بیش از نصف از آیات قرآن در خصوص معاد هست جهان آخرت نه یری قرآن کریمی هم 6666 آیات دو بچیس که تیود لیزا دین اگنا دی آیات کنی قرآنی فت فت پو قیامت باری انو بیان باسو سکی به خاطر اهمیت جهان آخرت هست چون عزیزان ما در این دنیا موقت هستیم این دنیا محل گذر است تمام عمر دنیا در مقابل آخرت مثل یک آن هست میگذرد و هم فی غفلت معرضون و همه ما در غفلتیم پیغمبر اسلام فرمود الناس نیام اذا ما تنتبهو همه در خواب غفلتند وقتی که مرگ به سراغ انسان می آید از خواب غفلت انسان بیدار می شود نتنگا ما دی آیا پو که ما دی باریاں یوتنگ دیون اہمیت آخرت دی باریاں نتنگا لا گوشتت بسین نتنگا دنیای زندگی بہت موقت و لیگن انسین و دنیا غنیری گزر شاید پی جگہ گین لیزا دنیا یعنو غفلتی شتیاں ننگنے رنگ بیدار شاہر کو سین پیغمبر اس کا سلب اس انناس نیامن ویزا ماتو انتبہو وقتی که میون گمانیتی آیود شیه ننگید سچه این عزیزان مهمترین آفت راه زندگی انسان این قفلت است این قفلت یک آفت بسیار بزرگی است سر راه انسان از آخرت قافل است از خدا قافل است از حساب و کتاب الهی قافل است عزیزان کن مهم آخرتی زندگی این لذا دنیای زندگی این انسان سکیت غفلت یا خوکچه این لذا دی غفلت یا لشست پو انسان زندگی فریس بہت سخت بچک چھو آفت چکین و آخرتی شتیانا قیامتی حساب و کتابی شتیانا غفلت دو چسپ و غنیری فریس لیگینا آفت امام خمینی رحمت اللہ علیہ
یک کتابی دارند به نام چهل حدیث. در این کتاب چهل حدیثشون شرح دادن چهل حدیث بسیار با اهمیت را. امام خمینی رحمت الله علیه کتاب چیود ده کتاب می تسبلا چهل حدیث در بعد حدیث نشویز دره ده حدیث نشویز بینو شرح تموسوس. امام خمینی رحمت الله علیه قبل از این که در عالم سیاست وارد بشوند خودشون رو ساختند. ایشان یک عارف به تمام معنا بود، اهل خودسازی، اهل ریاضت، اهل تسلط بر نفس بود، لذا توانست در سیاست پیروز بشود. امام خمینی عالم سیاست یعنی لقدم و بچکسن الله کرس قرآن تربیت خودسازی بس و تمام معنی یعنی ایک عالم عارف، تمام معنی یعنی اهل تهجد و لیگنا نفسنا مقابله بکن و نفسی خواهشات کننا جهاد بکنن من دو فرسنا دنیا یعنی دی سیاست کنن کامیاب لس. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب چهل حدیث می فرماید قدم اول برای سلوک انسان به سوی خدا این تنبه و یقظه است و بیداری است. انسان باید بیدار بشود. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از کوری چهل حدیث نیشیس حدیث نیشیس شعبیانو زبرید قدم اول پر انسان سلوک باید پوین، دل باید پوین، خدای طرف لتوجه باید پوین، جو عالم یقظه و بیداری انسان نیست باید پی مقام پوین. انسان دائما باید در راه سلوک و سفر معنوی و خودسازی باشد و اولین گام این یقظه و تنبه و بیداری است. این بیداری در مقابل غفلت است. از غفلت ها انسان بیدار بشود. انسان در راه سلوک خدای راه پینک سلوک باید پینک خودسازی باید پو اولین راه پین اولین قدم پو بیداری چاید پوین. انسان بیدار چا چسپو غفلت نا مقابل لئین، لذا سوچک بیدار یدنا کو انسان ننیران لا کامیاب لشین. امام خمینی می فرمودن در کتاب چهل حدیثشون که انسان حیوان بالفعل و انسان بالقوه است، یعنی انسانیت اکتسابی هست. اینجور نیست که هر کسی انسان باشد، نه، انسانیت را باید کسب کرد. بر اثر خودسازی، بر اثر مخالفت با نفس و بر اثر تربیت نفس انسان بشود. انسان امام خمینی رحمت الله علیه کوری کتاب حدیث نشویسی بار پر نگذرید انسان حیوان بالفعل، انسان بالقوه، انسان در این ایران لقوه پو انسان بالقوه این فعلا انسان حیوان نتن حیوان نتخین لیکن بالقوه انسان این در این انسانیت پو نیره کسب بار گوشه این انسانیت پو کسب باید پو هر انسانی فریز توفیق چه چمین، لذا انسانیت کسب باید پمینا انسان لا تربیت چار گوشین، تهذیب چار گوشین، ترتیب اثر چار گوشین. اگر بتواند انسان از هواهای نفسانی بگذرد، از ریاست طلبی، از حسدها، از تکبرها، از خودپرستیها، از دنیا پرستیها بتواند بگذرد، اون موقع مسیر انسانیت را طی می‌کند. اگر انسان ینو کلا کوری هوای خواهشات نفسانی نکنه، کارگیل نکتو و ریاست طلبی، منصب طلبی، اقتدار طلبی، حسادت، تکبر، دنیا پرستی که اگر فائق و گل کتر گل نه ده وقت یعنی تازه انسانیتی لمپی که دل باید پی موقع شه چهی. عزیزان این نکته بسیار اساسی رو بهش توجه بکنید. ببینید احساسات دینی و ابراز احساسات مذهبی یک امری است
ولی انسان شدن امر دیگری است. چه بسا مؤمنینی باشند که اهل نمازند، اهل روزه هستند، اهل زکاتند، اهل حج هستند، ولی در مسائل تربیتی عقب هستند، نتوانستن حسادت ها را در درون خودشون از بین ببرند، کبر و غرور را از بین ببرند، حرص و ولع را از بین ببرند و دنیا طلبی را از بین ببرند. عزیزان کن دی نکتا بہت قابل توجه این احساسات دینی اقراز من ایران لا و احساسات مذهبی کن من ایران یونچین و انسان چی بسا اهل نماز فیق بکنین، روزہ دکنین، حج بکنین، لیکن مسائل تربیتین و تہذیب نفسین بہت گیب لسیوت کلمین میت انشاء نماز بکنین، فیق بکنین، روزہ دکنین، حج بکنین، جہاد بکنین، اما کھا کھری حسادت پی کھا قابو ماشون، کھا کھری حرسنا ولعنا تمعنا دنیا پرستی پیشنا کھا لقلن ممین. وقتی که امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب پیروز شد به قم تشریف آوردند و دیدن علما می رفتند. از جمله از علمایی که به دیدن ایشان رفتند مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود. آیت الله بهاءالدینی یک زمانی هم درس امام خمینی رحمت الله علیه بود. بعد در اون ملاقات آیت الله بهاءالدینی به امام خمینی خصوصی اشاره کردند، گفتند آقا کارهای شما خیلی زیاد است، مشغله شما خیلی زیاد است، من نگران حال شما هستم، به خودتون یک مقداری، به جسمتون برسید. امام خمینی فقط یک جواب دادند، گفتند آی بهاءالدینی من دیگر خودم را نمی بینم، خودم را نمی بینم، از منیت ها عبور کرده بود، هیچ چیز رو برای خودش نمیخواست، نه ریاست را نه حکومت را، بلکه به فکر مردم بود. من ایران لا دی چهل عزیز پیانوک وقتی که امام خمینی رحمت الله علی اسلامی جمهوری اسلامی انقلاب پیروز شانا کامیاب شانا اولین قدم پو حوزی علم قومی جخص و علماء کننا ملاقات لسون دے علماء کنی دیدار کنی نوک سقبت سک ملاقات چچک آیت اللہ علامہ یعنی اللہ یعنی بہاءالدین رحمت اللہ علیہ انمین کہ امام خمینی نا ہم درس انمین ہم کلاس انمین دے وقتیں آغای بہاءالدین نا تکپن آغای بہاءالدین از دس امام خمینی لا آغا یرنگ دیو تک مشغولیات دک یرنگ لا دیو تک زیاد لسن سک و یرس یری جسم پی یری فکر پی حال چک بوس دو نفر است توجه بوس دی حساب پی یری زحمت ما بوس زربنا جواب امام خمینی است کسل بوس نا نرنگ چک دره تون ممت نرنگ نا نری نرنگ پی زرچس پی کن نزرچس پی کن فائق سنس دره نا ریاست تلیبی فکر امت دره نا چویک زربت پی فکر امت نا میونی فکر امت. ببینید امام خمینی رحمت الله علیه پاروی نفس خودش گذاشته بود، پاروی نفسانیات و دنیای خودش گذاشته بود، لذا زندگی بسیار ساده‌ای داشت، لذا دارای زهد بود، اهل تهجد بود، اهل نماز شب بود. شما دیدید فیلمی که از شبهای آخر عمر ایشان نشون دادن، ایشان هیچ وقت در زندگی اجازه نمی دادن فیلم گرفته بشه از زندگی شخصی، و در اون بیمارستان به صورت دوربین مخفی فیلم گرفتند و بعد از رحلتشون پخش کردند که در همون حالی که ایشان بیمار بودند و روی تخت بیمارستان افتاده بودند، اما نماز شبشون ترک نشد. این حاکم الهی یعنی این کسی که حکومت را برای خودش نمیخواهد. لذا امام خمینی رحمت الله علیه کوری نفس بک کرن حاوی سنسیت پین گلیت پین. لذا امام خمینی زندگی نک یرستن رگنا زندگی بہت سادگی نگم بو بہت سمپل زندگی یت پین، اہل زہد یت پین، اہل نماز یت پین و نماز شبات پین،
و راز و نیاز بات پین ین تنگ لتھوں کے امام خمینی آخرین عمر یانک ہسپتال یان فخصیت پی دے فیق بے دے فلم پو و حال ان کے امام خمینی کری حیات یان گچو گا فلم چک فوٹی کلن میت پی سو چکل جرعت میت پین دوز بس یت پی دے دوربینی ذریعے کا کسے امام خمینی ہسپتال یان لینس پیت پی فلم چگین چیا امام یان خودنمائی دو چخشک من امیت پین لذا دے حال پین کی بیماری یتسنا نماز شب امام خمینی تعطیل مسون دی لسپ و انسان وارستی من ما کامیاب انسان کو نمیت پین سوچی من عزیزان امام خمینی از تحجد شب و از عبادت شب انرژی معنوی می گرفت برای روزش وقتی که روز می شد با قدرت در مقابل ابر قدرت ها می ایستاد چرا؟ چون ایمانش قوی شده بود و تکیه گاهش خدا بود امام خمینی رحمت الله علیه کھوری دی نماز شب کن کبھی بھی ترک مبس نماز شب کوئی کا ذریعہ کہ امام خمینی اس کھوری فریس انرجی لینت پا شکتی لینت پا طاقت لینت پا قدرت لینت پا تا چھن لا قدرت لینس پا یوت پی دی ذریعے کہ نما لس بیت پا فعالیت بیت پا و دشمن نا مقابل یعنک مثل لیکن دیوار پیسا دی سیسا پلائی ہوئی دیوار نا چخل کھڑا دوسرت پا دیو دی نماز شب پی ذریعے کا امام صلی اللہ حاصل بیت پا نما دی قدرت پی کا زندگی بیت پا شما درمیان رہبران دنیا در برای رہبران این بروز دنیا مطالعه بکنید ببینید کدام یک از این رهبران دنیا اهل معنویتند اهل نمازند اهل تهجدند اهل عرفان عملی هستند اهل خودسازی هستند اصلا شما یک نمونه در دنیا پیدا می کنید در میان رهبران نه و علت این که مردم عاشق امام خمینی بودند چون اون جلوه حکومت علوی را در او می دیدند جلوه شجاعت حسینی را در او می دیدند و جلوه عبادت عابدی و سجادی را در او می دیدند یه ریس دنیای مطالعه تنگ نه ریسارج بنه تحقیق بنه نه تونچه من که امام خمینی چوس قیادت بکن چک اهل معنویت چک گار دنیای گا بادشاہ چک گا لیڈر چک گا قائد چک آیا نماز و معنویت طرف لتوجہ کن چک اہل نماز شکن تنگا تھوما اہل عرفان یت پین امام خمینی آیا اہل عرفان یت کن چک دنیا یا حکومت بکن چک انتا تھوما دیو چک نمونک امام خمینی چک شک دنیا یا تھوک چمن لذا علت امام خمینی لدیمین گنگ مس امام خمینی زیر برنگ لون چسپو احساسات بچسپو محبت جسپسپو چونکہ امام خمینی انک حکومت علوی تریونت چک حکومت علوی امام امیر المؤمنین حکومت تریونت و حسینی شہادت امام حسینی تریونت چک لذا دی جلواپو امام عبادت امام زین العابدین عبادت تریونت پین دو فرس نمیونیس تمام گمس امام خمینی زیر محبت بیت با عرضم تمام اما حیف است که در این جلسه که دلهای پاک حضور دارند در میان این جلسه مطمئنن کسانی هستند که قلبشون نورانی است کسانی هستند که قلبشون مالا مال از عشق به خداست حیف است در این جلسه ما چند تا دعا نکنیم که انشاءالله دعای مستجاب می شود عرض پنگی تمام سو دی جلسه انو گن تم سو ای ممکنین و غیلا امید یود که دیل پی دیس دو جلسه انو جوز کن کنی سنگین پو پاگ یود کن انسان آن دیئیو چین و قلب نورانی دل نورانی یود کن آن دی جلسه انو چین لزا کنی عشقی کا غیسان دعا باید پولا شروع بید انشاءالله انتی دی قلب نورانی ذریعی کا از دعا بیت انتی باریان اما قبل از این که من دعا بکنم شرط دعا این است که انسان قبلش استغفار بکند دعا باید پی شرط دو این که دعا از بابت اسنن لح دعای بابت اسنن لح شرط دو این انسان استغفار بارگوشه استغفار باعث ریزش رحمت الهی بر انسان هاست استغفار انسان که خدای رحمت پر نازل شاد پی اسباب کنشتیانه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
الحيون قيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك همي باهم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ مَنْ يَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ مَنْ يَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بدم المقتول بكربلا بحق إمام حسين بحق نالهاي زينب بحق نالهاي رباب مادر شهزاد علی اصغر بحق نالهاي امام سجاد خدایا قسمت می دهیم حوائج این جمع برآورده بفرما حوائج این جمع برآورده بفرما رفع گرفتاری از همه مسلمین مخصوصا این جمع بفرما فرج ولیت امام زمان نزدیک بگردان قلب مقدسش رو از ما رازم و خوشنود بفرما ما رو از یاران با وفایش قرار ده توفیق درک زمان ظهورش رو به ما عنایت بفرما رهبر عالی قدر انقلاب و مراجع عالی قدر تقلید در کنف حمایت خودت محافظت بفرما انقلاب اسلامی ایران به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بگردان ما را از منتظران واقعی قرار ده پروردگار از خدمت گزاران دینت قرار ده پروردگار عزت و سربلندی به مسلمانان عنایت بفرما شر دشمنان را دور بگردان عاقبت ما را ختم به خیر بفرما